سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که پس از 4 هفته با چند همراه شما هستیم در این برنامه. به مشکل صادر نشدن ویزا برای ورزشکاران ایرانی در هفته‌های گذشته و همچنین حذف وریا غفوری از استقلال خواهیم پرداخت. در طول 1 هفته گذشته صادر نشدن ویزا مانع از اعزام ورزشکاران ایرانی به مسابقات مختلف جهانی بوده. همچنین تمدید نشدن قرارداد وریا غفوری با باشگاه استقلال از سوژه‌های مهم ورزشی در روزهای گذشته بود. امروز اعلام شد آمریکا به ملی پوشان تیر و کمان ایران هم برای حضور در رقابت‌های ورلد گیمز ویزا نداده. چند روز پیش صادر نشدن ویزای اعضای تیم ملی کاراته ایران هم خبرساز شده بود. از جمله عدم صدور ویزا برای شهرام هروی، سرمربی تیم ملی کاراته، حسن طباطبایی، رئیس فدراسیون کاراته ایران و 5 ملی پوش کاراته که مفصل در این برنامه به این اتفاق خواهیم پرداخت. اما پیش از اون تماسی داشتم با شهرام هروی، سرمربی تیم ملی کاراته ایران. پاسخ کوتاه او رو به پرسش من درباره علت عدم صدور ویزا از سوی آمریکا میشنویم. پاسخ شهرام هروی، سرمربی تیم ملی کاراته ایران رو در جواب در واقع پرسش من شنیدید. اضافه کنم که ایشون از ارائه توضیحات بیشتر در واقع این اتفاق خودداری کردن و البته با حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته و محسن آشوری نایب رئیس فدراسیون هم تماس گرفتم که هر دو گفتن تمایلی به گفتگو ندارن. شهرام هروی و حسن طباطبایی سرمربی و رئیس فدراسیون کاراته میگن آمریکا ورزش رو سیاسی کرده و به همین دلیل از دادن ویزا به اعضای تیم ملی کاراته زنان و مردان ایران خودداری کرد. او خرداد به کشور ارمنستان رفت، مدارکی که خودش رو تحویل سفارت امریکا داد و مستنداتی که برگزار کننده مسابقه و سفارت امریکا درخواست کرده بودن در اختیار سفارتخانه امریکا قرار داد. الان حدود 40 روز میگذره و پاسخی داده نشده. بچه های تیم ملی ویزا داده بشه بحث ورزشی قطعا نیست، علیرغم شعارهایی که داده میشه. موضوع کاملا غیر ورزشی و این اتفاق برای کاراته کشور عزیزمون افتاد. شعارش این بوده که سیاست جدای ورزشه، اما بارها نشون داده که اینطور نیست و یک بار دیگه به وضوح اینو نشون داد. کاروان تیم ملی کاراته ایران متشکل از بهمن عسکری، ذبیح‌الله پورشیب، سجاد گنجزاده، حمیده عباس‌علی و سارا بهمنیار و شهرام هروی به عنوان سرمربی و حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته و چند همراه دوم خرداد ماه امسال برای دریافت ویزای آمریکا به ارمنستان سفر کردند. چندی بعد اعلام شد سفارت آمریکا از صدور ویزا برای هروی و طباطبایی خودداری کرده، تا اینکه چند روز پیش کاراتکای تیم ملی ایران در یک استوری مشابه و مشترک اعلام کردند ویزای اونها هم هنوز صادر نشده و در نهایت نام اونها هم از جدول مسابقات حذف شد. هرچند در این میان مشخص نشد اون چند نفر همراه چه کسانی بودند و چه عنوانی قرار بود به آمریکا سفر کنند. اما ماجرای کاراته به همینجا ختم نمیشه. تیم ملی کاراته زنان و مردان ایران پس از مسابقات المپیک 2020 توکیو، یعنی از حدود 11 ماه پیش تا امروز، در هیچ مسابقه جهانی و لیگ کاراتبان شرکت نکرده. دلیل اصلی حضور نیافتن در این مسابقات مهم حضور احمد ابوبصل، ورزشکار اسرائیلی در وزن به اضافه 84 کیلوگرم مردان بوده. اما مسئولان فدراسیون و ورزش ایران در یک تصمیم سیاسی تصمیم گرفتن کل تیم مردان و زنان ایران در این رقابت ها حاضر نشن، تا مبادا حاضر نشدن در یک وضع شک و شبهه ایجاد کنه. البته مشکلات مالی هم از جمله دلایل حاضر نشدن در این رقابت‌ها اعلام شد، که البته اگر چنین بود دلیل اصرار به سفر پرهزینه به آمریکا و حضور در مسابقات ورلد گیمز چه بوده؟ در همین رابطه گفتگوی کوتاهی داشتم با رولا اسفندیاری، کارشناس کاراته. مسابقات ورلد گیمز خیلی اهمیت خاصی نداره توی رنکینگ بچه‌ها. حالا ما بگیم که ایشون آمریکا ویزا نداده، اما خب که مسابقات دیگر رو چرا شرکت نکرده کشور ایران؟ ببینید، چند تا مسابقه لیگ وان برگزار شده توی سال 2022. متاسفانه ایران توی هیچ کدوم از اون در واقع مسابقات شرکت نکرده. خب این یه جای علامت سوال بزرگیه که بایستی در واقع رئیس فدراسیون بیاد و درباره اون در واقع پاسخ خوب باشه برای این قضیه. در خصوص حالا مسابقه دادن با کشور، حالا بازیکنان
که از در واقع اسرائیل میان. خدمتتون عرضم اون برمیگرده به بحث کلان کشور که در واقع همونطور که خودتون در جریان هستی توی قضیه جودو مشکل ساز شد برای کشور ایران و طبیعتاً اگر یکی از ورزشکاران کاراته ایران مجدداً یه همچین مشکلی پیش بیاد براش و با در واقع حریف اسرائیلی بخواد مسابقه نده، طبیعتاً نه تنها ورزش کاراته ایران بلکه ممکنه کل ورزش ایران زیر سوال بره و به همین خاطر شاید به همین دلیل هست که تو خیلی از این مسابقات شرکت نمی کنن. و دلیل دیگرش هم احتمال زیاد همین قضیه بحث مالی هست که با توجه به این قیمت سرسام‌آور دلار که تو ایران هست احتمال زیاد برآورد کردن این هزینه براشون مشکل خواهد. به کاراته و مشکلات اون در این برنامه به طور مفصل خواهیم پرداخت. اما تیم ملی بسکتبال سه نفره زنان هم زنان ایران هم به دلیل آنچه تأخیر در صدور ویزای سنگاپور اعلام شد از حضور در مسابقات آسیایی باز موند. در مورد عدم اعزام تیم ملی بسکتبال بانوان سه نفره که میگن مباحث سیاسی هم مطرح شده صحبت میکنیم و صدور ویزا جزئیاتش رو من در جریان نیستم، ولی اون چیزی که مسلمه تمام اقدامات انجام شده بود برای اینکه این اتفاق بیفته. جزئیاتش رو باید بررسی بکنیم ببینیم که در واقع چه اتفاقی افتاده و خدای نکرده اشکال کار به کجا برمیگرده که دوستان دخترای ما جا موندن از این طور. بحثی که از خود ما چون که سفارتی از کشور سنگاپور کشورمون نیست و به تبع اون طرف هم سفارت ایران در اون کشور نیست، خب مشکلات روادی داشتیم. ما بلیط گرفته بودیم واسه بچه‌هامون ساعت 5 بعد از ظهر که متأسفانه ویزا ساعت 6 و نیم این حال رسید، فکر کنم 6 و نیم رسید به دست ما و دوباره بعد به حالا ما دیگه می‌کردیم واسه بحث بلیطشون، چون ببینید بلیط‌های پا پرواز میشه در است خیلی مشکل هست. صحبت معاون وزیر ورزش و رئیس فدراسیون بسکتبال رو شنیدیم، اما پرسش اصلی اینه که چرا باید ویزای سنگاپور برای تیم ملی زنان ایران دیر صادر بشه، دلیل چه بوده؟ صحبت های رضا طاهری کارشناس بسکتبال رو با هم بشنویم. یک بار دیگه مدیریت فشل ورزشی کار دست ورزشکارای ایرانی داد و این دفعه قرعه به نام تیم بسکتبال زنان سرسه افتاد. این تیم که بیش از 10 هفته تمرین کرده بود میتوان گفت با ناشیگری حضور در مسابقات قهرمانی آسیا رو از دست داد. از اول اقدام مشترک برای درخواست ویزای دو تیم دختران و پسران کاری اشتباه بوده. با توجه به شروع مسابقات زنان 24 ساعت زودتر، آنان میبایستی زودتر موارد اداری رو پشت سر میگذاشتند. و چرا درخواست ویزا برای دختران و پسران بعد از 10 هفته تمرین به چند روز پایانی واگذار شده بود؟ گرفتن پرواز 5 اصر اونطور که آقایان میگن و رسیدن ویزا 1 ساعت بعد از پرواز هم از اون نکات مبهم و سیاه کارنامه آقایان برنامه ریز و دستن در کار فدراسیون بسکتبال. البته بعد از رسیدن ویزا سر بر اعزام تیم شد به هر صورت که بود، اما پروازی که برای اونها در دسترس بود 4 ساعت بعد از شروع مسابقات به سنگاپور میرسید، یعنی اینکه دختران ما بازی اول رو از دست میدادن و بایستی بلافاصله در میدان حاضر میشدن برای بازی دوم که دقیقاً شانسی برای حضور در این بازی و دیدار نبود برای پیروزی. آنچه که واقعا سوال ما هست اینه، مقصر اصلی کیست؟ وزارت ورزش یا فدراسیون بسکتبال؟ هر دو، اما قربانی به مانند همیشه دختران ایرانند. در یک هفته گذشته مشهد زهرا صفی تنیسور ایرانی هم از صادر نشدن ویزای بریتانیا برای حضور در مسابقات تنیس ویمبلدون خبر داد. خب من حدود 1 ماه هستش که درخواست ویزا دادم و اصولا بعد 1 ماه یا 4 هفته کاری باید ویزای من صادر بشه و مدارک کامل داشتم، از جمله چند تا دعوتنامه از خود ویمبلدون و از خود فدراسیون جهانی تنیس و فدراسیون ایران، ولی متاسفانه نتونستم ویزا رو بگیرم.
امروز وریا غفوری کاپیتان محبوب آبی‌پوشان تهران با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خودش از استقلال خداحافظی کرد. غفوری در پست خودش نوشت: بدرود استقلال قهرمان. کاپیتان استقلال به دلیل حمایت از اعتراض شهروندان و انتقاد از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی بارها تحت فشار قرار گرفته بود و در نهایت هم سردار آجرلو قراردادش رو با استقلال تمدید نکرد. بخشی از صحبت‌های وریا غفوری که در حمایت از مردم مطرح کرده بود رو با هم ببینیم و سپس برمیگردیم با مهمانان برنامه. به طور مفصل در رابطه با موضوعات مطرح شده گفتگو خواهیم کرد. من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن. چیزی که من دوست دارم اینه که تو استقلال بازی کنم و از فوتبال خداحافظی کنم، همونجوری که بازی آخر لیگ من بهش اشاره کردم. مگه اینکه یه سری عوامل دوست نداشته باشم من تو این تیم بازی کنم و اینجا خداحافظی کنم. در نیم ساعت آینده با سه مهمان همراه خواهیم بود که در رابطه با موضوعاتی که مطرح شده در این برنامه صحبت خواهیم کرد. در تصویر هر سه مهمان رو می‌بینید: داریوش سجادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آریزونا در آمریکا همراه ما هستند، سردار پاشایی، مربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران و قهرمان سابق جهان که از ویرجینیا در آمریکا با ما هستند، و مهدی جعفر قلی‌زاده، عضو سابق تیم ملی کاراته ایران و قهرمان سابق آسیا که از هامبورگ آلمان در این برنامه حضور دارن. به هر سه مهمان خوش آمد میگم. از آقای سردار پاشایی میخوایم پرسوی مطرح کنم که در مورد وریا غفوری من دیدم که در رابطه با همه موضوع شما دیدم توییت زدید، فعالیت هایی داشتید. شروع کنیم از وریا غفوری که بحث داغ امروز بوده. الان چه نظری دارید با توجه به اتفاقی که افتاده و فکر میکنید که چرا وریا غفوری از استقلال حذف شده؟ درود به شما همه مهمانان محترمتون. ولی دلیلی که وجود داره خیلی واضحه. حضور سرداران سپاه، کسانی که باید تو پادگان باشن اما الان تصمیم گیرنده هستن برای اینکه ستاره های ورزش رو حذف کنن، و این فقط محدود به وریا غفوری نیست. همین مهدی خندان که الان اینجا حضور دارن، زمانی که در اوج خودش بود از تیم ملی حذف شد، بازداشت شد، زندان شد. خود من توسط سپاه از تیم ملی حذف شدم، به خانه کشتی ممنوع ورود شدم، و اینجا شما میبینید که حضور نظامیان در ورزش کشور، ویرانی که به بار آورده و تصمیمات سیاسی که به بار آورده. این سیستم نمیتونه تحمل کنه هیچ ورزشکار دغدغه‌مندی رو، هیچ ورزشکاری رو که سرسپرده نباشه. در واقع وظیفه همین نظامیان در ورزش کشور تولید ورزشکاران سرسپرده هست، اما اونا انتظار نداشتن کسی مثل وریا غفوری سربراره، انتظار نداشتن ورزشکارانی بیان که نتونن سکوت کنن، که از دغدغه‌های مردمشون بگن، و اینجاست که غافلگیر میشن. البته که تصمیمی که برای کنار گذاشته شدن وریا وجود داشته سیاسی بوده، تصمیم فنی نبوده، و تنها کسانی که سرسپرده حکومت هستن سایبری ها اینا هستن که اون قرائت حکومت رو مبنی بر این که وریا سنش بالاست، وریا از لحاظ تاکتیکی نتایج وریا، مردم اینو قبول نمی کنن. با شما این موج حمایت رو که وجود داشت، برای من معیار همیشه این مردم هست، معیاری بالاتر از اون وجود نداره، و شما موج حمایت ها رو دیدید و برای همین هست که مردم دوستش دارن. ممنون از سردار پاشایی. آقای سجادی، صحبت های سردار پاشایی شنیدیم، در جریان برنامه هم دیدیم که چه حرفای مطرح شد از طرف ورزشکاران و مسئولان ورزشی ایران. از وریا غفوری شروع کنیم. شما فکر می‌کنید که چرا وریا غفوری حذف شده؟ و پرسش دیگر من این هست که اساساً چرا فکر می‌کنید که مثلا سردار آجرلو به عنوان یک سردار سپاه باید در رأس مدیریت باشگاه استقلال بنشینه، در حالی که باشگاه بزرگ استقلال یا تاج سابق بزرگان زیادی داره که میتونن شاید مدیریت کنن؟ اولا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمانان و مخاطبین محترم برنامه‌تون. من مقدمتاً اجازه بدین یه بحثی رو مطرح کنم که سالهاست لیبرالیست و فلسفی داعیه علم برای علم، سیاست برای سیاست، هنر برای هنر، ورزش برای ورزش رو داد و معتقد بود که نه ورزش، نه سیاست، نه هنر و نقاشی هیچ کدوم رسالت اخلاقی نداره و موظفن صرفا در حوزه‌های تخصصشون کار کردن. من به درستی یا صحت یا عدم صحت حرف کار ندارم، اما متاسفانه می‌بینیم که همین ادعا مورد نقد قرار می‌گیره و
واقعیت اینه که از سیاست احتراز و اجتناب نمیشه کرد. من در برنامه متعدد شما بودم و موضع شما این بوده که جمهوری اسلامی سیاست رو در ورزش دخالت میده و الان همین بحث رو دیدم که کارشناسان و مسئولین ورزش ایران در اتوس عدم صدور ویزا دادن که دخالت در واقع به نوع سیاست در ورزش از طرف آمریکا است. این حرف درستیه. ببینید آقای قفوری که شما مثال زدید، جناب آقای سردار شریفشون یادم افتاد قبل از من صحبت میکرد، ایشون فرمودن که پاشایی فرمودن سیستم ورزشکارهای سرسپرده میطلبه و آزاده ها رو تحمل نمیکنه. من نمیدونم دقیقا انگیزه حذف ایشون همون بحث سنش بوده یا موازه بالواقع ایشون در قبال مسائل کشور، اما این باز همون مسئله پارادوکس هایی که در جهان سیاست حاکمه. یعنی دقیقا همون کاری که نظام لیبرالیستی آمریکا با محمد علی کلی میکنه که به خاطر جنگ ویتنام اعتراض میکنه و نمیپیونده به اعزام به جنگ، ایشون قهرمانیش ازش میگیرن، 5 سال برای زندان میبرن. اونم سیستم آمریکایی که داعیه لیبرالیستی داره. و این میخوام برسم به این مطلب که سیاست اجتناب ناپذیره و این مسائل رو ما میبینیم در بارها صحبت شده. دیپلماسی پینگ پونگ مال کی بود؟ دیپلماسی پینگ پونگ استفاده سیاست آمریکا بود در مسئله بهبود مناسبات چین علیه شوروی، اعزام تیم بسکتبال کره جنوبی سال 1395 به پیونگیان دقیقاً مداخله سیاست در ورزش. میخوام بگم یه سری این مسائل اجتناب ناپذیره و کاری هم به صحت یا عدم صحت موازنه ورزش نداره. ما چون در مورد ایران صحبت میکنیم، اینو من مشخصا بگم که دخالت سیاست در ورزش از طرف هر حکومتی که باشه مردوده. بنابراین اگر مشخصا در مورد ایران صحبت کنیم ممنون میشم، چون هر دخالتی از هر طرف، من برخلاف شما مردود نمیدونم، میگم اجتناب ناپذیر سیاست در یکی از کلانترین حوزه‌های اجتماعیه که تمام حوزه‌ها رو جواب میده. به همین دلیل است که شما حالا بحث ورزش رو مطرح میکنید. ببینید آقای دکتر ظریف وزیر خارجه اسبق ایران، سابق ایران، یه جمله‌ای گفتن که علی‌رغم همه انتقادهایی که خود من بهشون دارم، این جمله‌شون رو قبول دارم. به نوعی ایشون فرمودن که ملت ایران سال 57 تصمیم گرفتن جور دیگه زندگی کنن. حالا کاری به این ندارم که این پایگاه چقدر پایگاه مردمی داره. خیلی معتقدن این تصمیم تا ابد باید میمونه. خب همین رو خواهم بگم. ببینید یه اتفاقی افتاده و کل سیستم در کل حوزه‌ها داره هزینه میده. یعنی به اعتبار جور دیگر زندگی کردن یک تصمیم گرفته تحت تیور و هژمونی آمریکا زندگی نکنه، اقتصادش زیر فشار آمریکا، تحریم‌های گسترده، مسائل اتمی ما، ورزش هم بخشی از اون. یعنی ایران طی 43 سال گذشته کلا داره هزینه خود باشی، دگر باشی و عدم تمکین به نظام هژمونیک آمریکا میده. حالا ورزش هم بخشی از اون که اشتراب داد وزیره. حتما در رابطه موضوعات دیگه هم صحبت می‌کنیم، وقت در اختیار شما قرار خواهد گرفت. اما از مهدی جعفرقلی زاده اتفاقا می‌خوام پاسخ صحبت‌های آقای سجادی بدم، به عنوان فردی که آقای سجادی، آقای جعفرقلی زاده پدرشون از افرادی بودند که حراستی بودند، محافظ چهره‌اش سرشناس بودند و اتفاقا با افراد سرشناس جمهوری اسلامی هم در دوران قبل آشنایی در. آقای جعفرقلی زاده از شما میخوام بپرسم، به عنوان یک ورزشکار و به عنوان یک فردی که این سیستم رو به خوبی میشناسید، فکر میکنید که چرا حضور نظامیان، سرداران سپاه و دخالت سیاست در ورزش تا این اندازه بیشتر شده در این سالهای گذشته؟ درود بر شما و بینندگان عزیزتون. مهمترین مسئله بود که جناب ایشون فامیلشون یادم رفت از من صحبت، آقای سجادی فرمودن در آمریکا لیبرالیسم نیست، یعنی آزادی وجود نداره. چطور ممکنه در کشوری که کسی مثل آقای سجادی که هر روز مرگ بر آمریکا و طرفدار جمهوری اسلامی، 25 سال گرین کارت داره و با خانواده عزیز در آمریکا زندگی میکنه، این یعنی چی؟ اگه این آزادی نیست در آمریکا این یعنی چی؟ شما معنی این رو به من بگید. و تمام و خیلی ها مثل آقای سجادی، یعنی خود آقای ظریفی که ادعای من دوست قاسم سلیمانی، دوست صمیمی ایشون هستم، ایشون سالهاست در امریکا زندگی کرده، گرین کارت داره، حالا اگه پاسپورت نداشته باشه، و ایشون خیاطش امریکاییه، خیاط لباس ایشون، لباس آقای ظریف، خیاط ایشون امریکاییه، یعنی ایشون کچلوارهایی که تنش میکنه، لباسهایی که تنش میکنه رو در امریکا میره اندازه‌شو میگیرن. حالا قد و وزنشون فکر کنم چند سالی تغییر نکرده، خب خیلی راحت تر میتونم براشون اندازه بگیرن. چون من این سوالو دارم، اگر آمریکا آزادی وجود نداره، چگونه حق اجازه زندگی به شما و امثال شما رو میده که دارین تو خود خاک آمریکا مرگ بر آمریکا میگین و طرفدار جمهوری اسلامی هستین که مرگ بر آمریکا مشق کلاس اولشه؟
این سوال. خب آقای سجادی حتما پاسخ پرسش شما میدم، وقت بهشون میدم، اما در مورد پرسش منم اگر پاسخ بدین ممنون میشم. آقای جعفرقلی زاده، من اشاره کنم آقای مهدی خندان و یا جعفرقلی زاده، هر دو ایشونو میشناسم، به خاطر همین آقای سردار پاشایی گفتن مهدی خندان. بفرمایید. ببینید، یکی از مهمترین مسائل اینه ورزش مهمترین رویدادیه که شما میتونی پرچم کشور و سیاست‌های کشورتو در دنیا اعلام بکنی. برای همین تمام کشورهای دنیا به غیر از ایران و کشورهای مثل ایران سرمایه گذاری زیادی در ورزش نمی کنن. دلیلش اینه که شما نگاه بکنید، تمام ورزشکارهای درجه یک ایران که مدال المپیک دارن به غیر از چندیشون اکثرا وصل به جمهوری اسلامی هن. یعنی جیره خار جمهوری اسلامی هن. یه چیز مشخصیه. یه نفرشون از کردستان، از سیستان و بلوچستان، از درد مردم جنوب ایران، از شمال ایران، از ترکمن ها. یک نفرشون نمیاد حرف بزنه، یک نفرشون تسلیت برای از بین رفتن این همه مردم زیر آوار و فلاکتی که مردم ایران دارن میکشن حرف نمیزنه. دلیلش چیه؟ اینا کسایی رو انتخاب میکنن که در رأس فدراسیون ها قرار بگیرن که بتونن بازیکنهای تیم ملی رو کنترل بکنن، مثل خیمه شب بازی. یعنی دست بذارن روی این بازیکن تا میخواد حرف بزنه جلوشو بگیرن، شما حرف نزن، شما برو مست. اینو من با چشم، من سالها عضو تیم ملی ایران بودم، به ندرت منو برای مصاحبه ها دعوت میکردن چون میدونستن من شهرام برام حالیم نیست. من میشور، ببینید آخرین مصاحبه ای که من کردم و شاید دومین مصاحبه طول 8 سالی که عضو تیم ملی ایران بودم، 2 تا مدال جهانی، 4 تا آسیایی، بالای 20 تا مدال بین المللی گرفتم. 2 تا مصاحبه من کردم. مصاحبه اولو گفتم به هر دلیلی پخش نمیشه. مصاحبه دوم زمانی بود که 1000 تا سکه در سازمان تربیت بدنی که حق ورزشکارای ما و ماها بود که قهرمان آسیا شده بودیم بعد از انقلاب، گفتم گم شده سکه ها. ما گفتیم آقا من اینو اومدم توی تلویزیون، توی شبکه 3 لایف گفتم، هی از پشت سیخ و اینا به من زدن آقا قطع کنید، آقا نمیدونم بعدم پخش کنید، این شما قرار نبود اینا رو بگی. گفتم آقا شما حقوق ما رو نمیدین. شما ببینید وقتی ساختار فدراسیون های ایران، شما آقای طباطبایی رو نگاه کن، رئیس فدراسیون کاراته، چون الان بحث کاراته است، ایشون کجا در زندگیش یک ساعت کاراته تمرین کرده و یا آشناییتی با آقای خندان؟ اجازه میدید در مورد کاراته برگردم به شما، از همینجا صحبتاتون رو ادامه بدید. یه نکته مطرح کردید، گفتید من عضو تیم ملی کاراته ایران بودم 8 سال. آقای سردار پاشایی قهرمان سابق جهان زیر پرچم جمهوری اسلامی در ایران قهرمان سابق جهان شدید و مربی همین تیم ملی بودید که بعد از جمهوری اسلامی تشکیل شده. بسیار این پرسش رو از شما، آقای جعفرقلی زاده و دیگرانی که الان خارج از ایران هستید و این صحبت رو مطرح می‌کنید دارن که شما آن روزی که در ایران بودید چه کردید؟ و دومی سوال و پرسش مهمشون این هست که شمایی که الان دارید اینو میگید زیر همین پرچم با همین تیم‌های ملی عنوان کسب کردید و الان در خارج از ایران هستید، پاسخ شما چه هست آقای سردار پاشایی؟ ببینید، اولا اون موقعی که ما در ایران بودیم، اتفاقا من دیدم در شبکه‌های اجتماعی هم این سوال پرسیده بودن که سردار اگر در سال 2009 مثلا مربی تیم ملی بوده چرا اون موقع چیزی نگفته. نمیدونستن که در سال 2009 من نه به مسابقات آسیایی اعزام شدم نه به مسابقات جهانی، چون ممنوع الخروج شدم. یک هفته بعد با دستور همین آقایون به خانه کشتی ممنوع الورود شدم. خود مهدی خندان، مهدی جعفرقلی زاده عزیز در ایران بازداشت شدن، 6 ماه شکنجه شدن زمانی که در اوج بود از تیم ملی اخراج شدن. ما ورزشکاران آسیب ندیده نیستیم. همین آقای مهدی علی نژاد که الان معاون وزیر ورزش هست به من میگفتن که شما با این روحیه دوام نخواهی آورد. منظورم اینه که در اون زمان هم داستان همین بود و چه اتفاقی افتاد؟ ما صدا نداشتیم اون موقع. الان کسی مثل مسیح علی نژاد اومدن، ورزشکار رو از نقاط مختلف جهان زیر یک چتر جمع شدن و ما صدا پیدا کردیم. من یادم مثلا سال 2016 وقتی مسیح علی نژاد از ورزشکاران دنیا خواستن که تن به حجاب اجباری ندن، وقتی که ایران میزبان شده بود برای مسابقات جهانی شطرنج، همین آقای سجادی ها، همین آقای رائفی پور ها، همین آقای حسن عباسی ها چه ها که نکردن، با این انسان حمله کردن به خاطر تحریم ورزش، به خاطر حجاب اجباری. شما الان نگاه کنید موج حجاب ستیزی رو کیمیا علیزاده ها، دیگرانی که ورزشکارانی که حجاب از سر برداشتن یا
در تمام نقاط ایران. یا الان ورزشکارانی مثل ما ورود افراد سپاهی رو ممنوع میکنیم به خاک آمریکا. یعنی منظورم اینه که ورزشکاران داخل هم دقیقاً دردمون درد ما همه ماها یکی است. اگه اونا محدودیت دارن نمیتونن صحبت کنن، اگه اونا زورشون به این سرداران سپاه نمیرسه، ماها که اینجا میرسه. آقای پاشایی شما یه نکته‌ای که گفتید در گفتگوتون با فاکس نیوز، من عین صحبتای خودتون رو میگم، گفتید که ما سعی کردیم در واقع ورزشکارانی که بخشی از سیستم سرکوب و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی هستن نیان داخل آمریکا، پای در خاک آمریکا نگذارن. آیا شما معتقدید که همه ورزشکاران جزء سیستم سرکوب جمهوری اسلامی هستن و همونطور که خودتون گفتید، آیا فکر می‌کنید اونایی که در ایران هستن واقعا این امکان رو دارن که حرف بزنن و بمانن؟ وریا غفوری دیدیم سرنوشتششون. ببینید نه، من باوری ندارم که همه این تیم. اتفاقا من هم یعنی یه توییت دیدم که ما دو تا نامه جداگانه زدیم برای دقیقاً آقای شهرام هروی و آقای طباطبایی که هر دو از کارمندان اداره حراست هستن، افراد نزدیک به سپاه و بسیج هستن. اما اگر همه تیم ویزا نمیگیره، اگه بقیه ورزشکاران قربانی میشن، چه کسی مسئول این وضعیت هست؟ چه کسی سرمایه ها، چه کسی فرصت های این ورزشکاران رو گرفته، سرزمین رو بلعیده؟ سپاه. چه کسی وریا غفوری از تیم ملی اخراج کرده، مهدی خندان رو بازداشت شکنجه کرده، مهدی جعفری قلی زاده، سردار پاشایی رو از تیم ملی اخراج کرده؟ سپاه. سپاه عامل تمام بدبختی ها، ویرانی ها و حامیان سپاه، کسایی مثل آقای سجادی عامل تمام ویرانی های این مملکت هستن. اونقدر ویران که حتی خود آقای سجادی و خانواده‌اش حاضر نیستن در اون زندگی کنن، بلکه در آریزونا زندگی میکنن و عزیزان ما باید در سرزمینی که آوار شده اونجا زندگی کنن، اما آقایون به همراه خانواده هاشون آقازاده ها گرین کارت آمریکا میگیرن و حاضر نیستن در اون سرزمین زندگی کنن. ممنون. چون هم شما هم مهدی خندان جعفر قلی زاده اشاره کردید مستقیما با آقای سجادی، هم آقای سجادی میتونن پاسخ شما رو بدن. هم پرسش دیگر من این هست که آقای سجادی در آمریکا شما هستید، گرین کارت دارید، حالا به هر حال اقامت دارید اونجا، دارید زندگی میکنید، قوانین رو میدونید، اعلام کردن که سپاه تحریم و افرادی که در سپاه خدمت کردن یا حضور داشتن یا حراستی بودن نمیتونن بیان، فکر می‌کنید که الان این وسط چه مشکلی است؟ خب ویزا نمیدن، یعنی از اون طرف ایران هم ورزش سیاسی کرده، به قول شما آمریکا هم ورزش سیاسی کرده. پاسخ شما رو بشنم. بله خیلی ممنون. قبل از هر چیز من یه توضیح بدم سر این تیتری که شما زیر برنامه‌تون زدین از تاوان آمریکا ستیزی، در واقع نوعی کیفرخواست صادر کرده، در حالی که من معتقدم که ایران داره تاوان اون زیست مستقل خودش رو در قبال آمریکا به تشخیص سال گذشته در همه اوضاع از ورزش بگیری تا اوضاعی دیگه. در تو با صحبت‌های دوست قبلیمون که فرمودن که من منکر آزادی در آمریکا شدم، اما دارم در اون کشور زندگی میکنم، من نمیدونم کی من همچین حرفی زدم. بنده خودم دقیقاً بعد از عمری کتابت و کلامت در حوزه سیاست میفهمم چی گفتم. صراحتاً گفتم لیبرالیسم فلسفه غرب، لیبرالیسم فلسفه آمریکا داعیه هنر برای هنر داره، داعیه علم برای علم داره و دغدغه اخلاقی نداره. اما در تضادش مثال کلی رو زدم، خوبه ایشون به من جواب بدن. کلی رو برای چی میان محروم میکنن؟ در زندان نه، فقط به خاطر اینکه معترض بود برای جنگ ویتنام. آقای استیون سیگال که میاد تابعیت روسی میگیره یک ورزشکار رزمی‌کار رو، برای چی بر اساس مقدمه قانون اساسی رسما خائن تلقی میکنن؟ چون در قانون اساسی آمریکا صراحتن ذکر شده که شهروند آمریکایی که همدلی و همکاری با شهروند دشمن بکنه خائن محسوب میشه. حتی سینمای آمریکا که داعیه سیاست نداره، شما نمیکنید در راکی 3 چیکار کردن؟ آقای راکی رو فرستن رو رینگ بوکس مسکو بیانیه سیاسی صادر کردن. میخوام بگم اینا اجتناب ناپذیره. اما مسئله بعدی که شما فرمودید، این سوال در سوال، ببینید من فکر می‌کنم که داعی و مدعی عوض شد. شما در گزارش اولیه خودتون خیلی دقیق اشاره کردین که بخش عمده ای از عدم این حضور ورزشکارا ما به خاطر ندادن ویزا بوده، اونا باید جواب بدن. بعد ما مسئولین داخل کشور میدونیم زیر سوال، همین آقای پاشایی الان من نمیدونستم ایشون لابی کردن برای کشور خودشون که علیه کشور داشتن نیان، حالا اونا هم ویزا ندادن، کشور غربی که ویزا ندادن، اونا باید بدون که جواب بدن جمهوری اسلامی باید جواب کمکاری یا تعلل سیاسی کاری اونا رو. آقای سجاد من تو پرانتز ساعت خدمتتون میگم که همراه تیم‌های ملی افراد حراستی قطعاً میان. به نظر شما یک نمونه، حالا که تاریخی صحبت می‌کنیم، یک نمونه شما بگید در کشورهایی که الان هستن افراد حراستی به جای پزشک و سرپرست همراه تیم‌های ملی و ورزشکاران بخوام برن جای ضمن اینکه چرا انقدر برای آمریکا آتش بیشتر وجود داره؟ مثلا 7 نفر به فرض مثال دوست دارن برن آمریکا، چرا مثلا برای کشورهای نزدیک به ایران این تعداد نمیاد؟ اصلا
شما فرض بذارید با همراه تیم تروریست اعزام میکنن، آمریکا باید مواظبت کنه، نظارت کنه، چیزی که عجیب غریبی نیست که اینکه به بهانه اولا بر اساس چه قانون شما یک بخشی از نیروهای مملکت گرفت سربازی کرده اجباری هم از سرباز ایران تو را افتاد تو سپاه رو محروم میکنیم مثلا از دادن ویزا. این بحث زورگویی و همون دخالت سیاسته. گذشته از اون که وقتی هموطنان خارج از کشور هم مثل آقای پاشایی لابی میکنن علیه ورزشکار خودشون، خب حالا کی باید جواب بده؟ دولت آمریکا ویزا نداده، دولت انگلستان که با این خانم ویزا انگلستان نداده باید جواب بده، یا من باید بیان جواب بدم اینجا که چرا مثلا جمهوری اسلامی در فلان دوستان سپاهیتون بگید که از ورزش برن بیرون، ورزش رو بسپرن دست اهل از سیاست، از آقای پاشایی ما برن بیرون که بدن دست اهلش. نه اجازه بدین، مسئله ریاست فدراسیون مسئله مدیریتی، یعنی حتی حوزه ریاست جمهوری هم یکی از بحثام همینه. مگر رؤسای جمهوری ما تخصص سیاست خونده بودن در دانشگاه؟ حوزه ریاست جمهوری، حوزه وزارت، حوزه کنفدراسیون و حوزه فدراسیون حوزه مدیریتیه. لزوما نباید طرف ورزشکار باشه که بتونه مدیریت کنه، زیر دست خودش میچینه کسایی که کارشناسن، اما مدیریت فدراسیون میتونه یک مدیریت مستقل از ورزش باشه. این حوزه مدیریتیه، بعد بدون تخصیص. با اجازه بدید آقای جعفر قلی زاده پاسخ شما رو بدن که میگم به هر حال هم ایشون ورزشکار هستن، بسیار نزدیک بودن به سیستمی که الان شما ازش صحبت می‌کنید. آیا واقعا مثلا آقای طباطبایی حقش بود که اینطور که آقای سجاد میگن رئیس فدراسیون کاراته بشه، آقای هروی به عنوان سرمربی، آیا فرد دیگری نبود؟ من فکر می‌کنم همونطور که جناب آقای سجادی گفتن، ایشون فیلم زیاد می‌بینه، گفتن راکی و اینا رو همه رو کامل در جریان فیلم و اینا هستن. ما داریم با واقعیت زندگی میکنیم، ما به راکی و نمیدونم سیلوستر استالون اینا کار نداریم. در واقعیت اینه که سیاست حرف اول رو در ورزش ایران میزنه. ایشون گفتن که مدیریت فرق میکنه با کسی که میتونه مدیر باشه، میتونه مدیر باشه. مثلا من یه سوالی دارم، مدیری که در دو تا سه تا فدراسیون کار کرده نتیجه نداده، آقای طباطبایی دو تا سه تا فدراسیون قبلش کار کرده نتیجه نداده، چطور این مدیریت خوب فرض میشه که ایشون رو میذارن در یک فدراسیون قهرمان پروری مثل فدراسیون کاراته؟ مسئله دوم اینه که ایشون باز هی میگن چرا ورزش سیاسیه، باید جدا از هم باشه، و کدوم ورزشکار و کدوم مربی در مسابقات جهانی مربیش به ورزشکارش داد میزنه تو باید ببازی، و یا آقای میر اسماعیلی میاد رسما به آقای مولایی میگه که شما نباید مسابقه بدی و اگه بدی عواقبش گریبان گیرت خواهد بود؟ اگر ورزش ایران ورزش سیاسی نیست، چطور ممکنه تیمی که در المپیک شرکت میکنه و تیم پناهنده ها اکثر تمام پناهنده هایی که از یمن و سوریه و عراق و کشورهای دیگه بودن پناهنده جنگی بودن، تنها پناهنده هایی که پناهنده سیاسی بودن پناهنده های ایران بودن. شما نگاه بکنید اگر ورزش سیاسی نیست، آقای مولایی توی مغولستان چه کار میکنه؟ چرا باید نقره رفتن تیم ملی آذربایجان فقط تحصیل کنن؟ بفهم چرا باید مدال المپیک بگیره برای یک کشور دیگه؟ یا آقای مهمان دوستی که سالها در برای آذربایجان توی تکواندو مدال المپیک و مدال جهانی گرفته، چرا باید در اون کشور باشه و توی کشور خودش خدمت نکنه؟ و تمام اینها همش برمیگرده به اون سیاستی که ما داریم و میگیم که نظام ما باید حفظ بشه، هر چی میخواد درش از بین بره بره، ولی نظام باید حفظ بشه. مگر ما نبودیم که قبل از مسابقات جهانی فرانسه فردا فینال مسابقات جهانی داشتیم تا صبح سینه میزدیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه عاشورا بود و ما باید این عاشورا رو تو فرانسه هم نگه میداشتیم. حالا شما فکر کنید ورزشکاری که باید استراحت بکنه، باید بخوابه، باید فکر مسابقه فینال فرداشو بکنه، تا 4 صبح ما باید حسین گویان سینه میزدیم؟ و اینا درداییه که ما نمیتونیم بگیم آقای سجادی ای کاش شما کسی رو دعوت میکردید در این صحبت و مناظره که حداقل یه روز در زندگیش ورزش قهرمانی کرده باشه، تا بدونه که یه ورزش قهرمانی که ساعتها ورزش کرده، وزن کم کرده و میره به مسابقات جهانی، چرا نباید یهو مسابقه بده؟ چرا ورزش؟ ببینید این مسئله خیلی مهمه. فدراسیون کاراته، بفرمایید، ممنون میشم. کوتاه میگم، فدراسیون کاراته تمام این بازیکنایی که قرار بوده برن آمریکا، همشون دو هفته پیش در انتخاب تیم ملی باختن و عضو تیم ملی ایران برای مسابقات کشورهای اسلامی عربستان نشدن. این یعنی چی؟ یعنی که در مسابقات برون مرزی قبلی شرکت نکردن. دلیلش چی بوده؟ دلیل مشخص،
وجود بازیکن اسرائیلی در وزن به اضافه 84 و وزن منهای 61 کیلوگرم باعث میشه که ایران از تمام مسابقاتی که اسرائیل در شرکت میکنه عمدن شرکت نکنه، چون کمیته ملی المپیک تصمیم گرفته یک فدراسیون دیگه ایران اگر در مقابل اسرائیل بازی نکنه به هر دلیلی تمام ورزش ایران رو از مسابقات بین‌المللی حذف میکنن. ممنون از شما. فقط اشاره کنم که این دوره مسابقات کشور اسلامی در قونیه ترکیه برگزار میشه. آقای سردار پاشایی، صحبت‌های شما رو بشنویم با توجه به اینکه مشخصا مورد خطاب قرار گرفتی از طرف آقای سجادی. حالا من امیدوار بودم ای کاش آقای سجادی این مجادله های احمدی نژادی رو یه خورده کنار بذاره و اینقدر سبک آقای احمدی نژاد میگن که چرا در ایران مخالفان سیاسی رو به زندان میاندازید، میگه شما چرا در آمریکا زندانی دارید. آقای سجادی، من آرزوم اینه که شما یک بار در این تلویزیون بیاید و از مردم سخن بگید. چجوری شما میتونید چشمتون رو بر واقعیت ببندید؟ چجوری میتونید چشمتون رو بر ستم ببندید و از ستمگر دفاع کنید؟ اینه که شما انگشت اتهام رو به سمت دیگران نگیرید. یک بار هم در مورد حاکمیت این سرزمین، در مورد حکومتی که هست نقد کنید، سیاست هاش که میلیون ها نفر آواره کرده، ماها ورزشکاران رو الان از وطن رونده، موج موج مردم این سرزمین رو ترک میکنن، بیایید در مورد این نقد کنید. من یک بار شما رو ندیدم که بیایید سپاه رو نقد کنید، یک بار شما رو ندیدم که بیایید حکومت رو نقد کنید. اما در مورد این که منو خطاب قرار دادن که من لابی کردم، البته من بهش افتخار میکنم آقای سجادی که جلوی سپاهیان و بسیجی ها رو بگیرم که نذار به خاک آمریکا نیان. این بخشی از وظیفه ماست و من هیچ ابایی از اون ندارم. اتفاقا هر تلاشی هم که ما داریم برای این هست که یک جایی به اینا نشون بدیم که شما نمیتونید در داخل تمام فرصت ها رو از جوان ها بگیرید، تمام این سرزمین رو ببلید، بعد الان در قالب ورزشکار، در قالب روزنامه‌نگار، در قالب ورزشکار بخواید بیاید خارج از کشور سفر کنید. ممنون از سردار پاشایی. آقای سجادی، خیلی شاید این پرسش الان به ذهنشون برسه که شما الان به عنوان یک ایرانی در آمریکا نشستی، سیاست‌های آمریکا رو زیر سوال می‌برید، اما هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمیشه. آیا یک آمریکایی میتونه در ایران بنشینه و به شکلی که شما و ترامپ‌های سیاست‌های ایران رو زیر سوال ببره؟ خب البته این سوال شما چون رابطه به این برنامه داره، البته چت جواب میدم، چون یادم توی برنامه دیگه از همین تلویزیون شما آقای فرزاد فرهزاد بنده دعوت کردم با یه آقایی از سازمان برانداز در آمریکا، همین سوال از من کردن آقای برانداز که شما تو آمریکا نشستی ولی هیچ کس نمیدونه. نه پرسش ببینید، این پرسش مطرح شد دفعات قبلی شما اومدید، به همین خاطر در حوزه سیاست‌های ورزشی بفرمایید پاسخ رو، چون با توجه به وقت محدودی که است و بعد صحبت شما رو. بله واسه همون جواب ببینید، آقای پاشایی بنا به هر دلیل تصمیم گرفتن یک فعال سیاسی باشن، اشکال نداره. بنده اولا فعال سیاسی نیستم، یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم که موضع براندازی علیه آمریکا هم ندارم که آمریکا بخواد با من برخورد کنه. میلیمتر موضع براندازی داشتم، مطمئن باشید آمریکا بنده و همسال بنده رو تحمل نمی‌کنه. بنده در چارچوب سیاست‌های مصوب خود آمریکا نشستم و از حوزه‌هایی که تخصص دارم نقد می‌کنم. آقای دوست دوممون نمی‌دونم چرا اصرار دارن فرار کنن از پاسخگویی بنده، هی میگن که متلک، میگن که من نگاه میکنم. آقای محترم، استیون سیگال فیلم نبود، آقای کلی فیلم نبود، نه واقعیت بود که اتفاق افتاده. من هم چرا نمیخوان جواب بدین تخته میکنید. اشاره کردن که چرا ورزشکار ما باید تیم پناهنده سیاسی داشته باشن. اتفاقا چه مثال خوبیه، من به شما میگم جواب به من بدین، چرا در انگلستان به کاپیتان اسپاز ما ویزا ندادن؟ چون به این جواب بدین میگم، من میگم داخل. ببینید پناهندگی سیاسی ما یه شرم ورزشکار ماست. چرا؟ ببینید یه موقعی این مد بود در زمان جنگ سرد که اتحاد جمهوری شوروی چون دیوار آهنی کشته بود دور کشور خودش و نه اجازه ورود و نه اجازه خروج به شهروندان میداد، معمولا تورنمنت های ورزشی وسیله میشد که ورزشکار میگریخ و از روسیه، از شوروی به بهانه ورزش خارج میشد و اونجا پناهنده میشد. خب در ایرانی که شما دیوار آهنی نداری، هر ورزشکاری که بخواد، هر کسی که بخواد بلند شه، مثل یه شهروند مدنی میره سفارتخونه ویزا میگیره، بلیط میخره میره، شمایی که از فرصت تورنمنت استفاده میکنید، یعنی میخواید از جیب ملت بدزدید، از پول و امکانات اون تورنمنت استفاده کنید، بلند شید از اون سفر بلند تنده بگیرید، وگرنه بلند شو برو ویزا بگیر، این همه کسای دیگه سفر کن، پناهندگی بگیر، تابعیت بگیر، هر کاری میخواید بکن. این اصول فروشیه، این دزدی از جیب ملته که به بهانه تورنمنت ورزشی از فرصت ویزا، از فرصت پول سفر استفاده میکنید. خب وقتی ایران مشکلی برای خروج شما نذاشته، میتونید برید ویزا. با توجه به وقت محدود دو دقیقه‌ای که هست، پاسخ بدید آقای جعفرقلی‌زاده. آقای پاشایی پاسخی هست. فکر کنم متوجه نشدین، شما الان گفتین که ورزشکار میتونه بره ویزا بگیره و خارج بشه، یه دقیقه قبلش گفتین چرا به این دختر ویزا نداده. خب ایشون هم میرفت مثل بقیه ورزشکارا
ویزا میگرفت میرفت دیگه. پس شما الان خودت داری تو یه دقیقه داری دوتا حرف مختلف هم دیگه میزنی، بعد شما داری میگه که من من خودم ورزشکار بودم، من میدونم پاسپورت ما از آخر اوله تو دنیا، حالا اول نباشه جز ستای اوله، غیر از بورکینافاسو و بنگلادش و پاکستان جایی به ما ویزا نمیده. اگه ویزا میداد، اگر ورزشکار ایران میتونست ویزا بگیره، شما یه دونه ورزشکار، چرا آقای دبیر گرین کارت داشته قبلا، چرا نصف وزن بردارای المپیکی، چرا آقای حدادی که توی پرتاب دیسک میره اردوهاشو در آمریکا برگزار میکنه با پول ملت ما، همون ملتی که داره میگه مرگ بر آمریکا، اردوهاشو داره در آمریکا برگزار میکنه، ماه ماه هزار دلار باید از جیب ما بره بده به مربیش که در آمریکا اردو برگزار کنه. مثلا کیش چش بود که بره آمریکا اردو برگزار کنه؟ مگه اون مربی نمیتونه؟ آقای سجادی پاسخه ببخشید، من و مهدی رو ندادم که چرا اگر در مملکت خودشون دوست دارن در آمریکا زندگی میکنن، اما این ما ورزشکارا نبودیم که از جیب ملت دزدیم. اتفاقا این رهبر سردار سرنگون شده از سردارهای سپاه که اونا بودن که 30 ثانیه به پایان دلار از بنامون این مملکت بردن. آقای اما شما هیچ وقت شهامت اینو نداشتید، شما همیشه با ستمگر موندید و هیچ وقت چشمتون رو بر ستم بستید. الان خیلی ممنون آقای سجادی، در 10 15 ثانیه پاسخ دادید، بفرمایید. با توجه به اینکه برنامه تمام شد تقریبا، من فقط یه توضیح بدم که این دوستان اصرار میکنن که بگن چرا سجادی تو آمریکا زندگی کنه. اولا من روزنامه‌نگارم و تردد دارم بین ایران و آمریکا، من معمولا 6 ماه میبرم 6 ماه میبرم و حسب شغلم ترجیح میدم. ممنون از هر سه مهمان، داریوش سجادی، سردار پاشایی و مهدی جعفرقلی زاده، و ممنون از شما که بیننده این چند بودید. حتما این موضوع مهمی است، باز هم بهش خواهیم پرداخت با حضور مهمانانی که دیدید. متشکرم از شما، تا چند دیگر هفته دیگر، خدا نگهدار.